دوستان سلام سالار هستم و اینجا چنل یوتیوب پرشین آکادمی امیدوارم حالتون خوب باشه امروز مصاحبه کردم با محمد رضا اکبری عزیز کسی که خیلی از شماها اونو به اسم پرو پیکسل میشناسید به خاطر چنل یوتیوب و همینطور پیج اینستاگرامی که داره محمد رضا اکبری خودش مدرس فتوشاپ و طراح حرفه به تازگی چنل یوتیوبش به هزار سابسکرایب رسیده میخوایم حالا ازش بپرسیم چجوری تونست در عرض یکی دو ماه به 100 سابسکرایب اول برسه چجوری جوری رو به هزار سابسکرایب رسوند و کلی صحبت‌های با حال و خفن می‌خوایم با هم داشته باشیم پس حتما حتما این مسابقه رو تا آخر نگاه کنید حتما چنل یوتیوب پرشن آکادمی و پرو پیکسل رو هم سابسکرایب کنید اما قبل از اینم که مسابقه شروع بشه یه تیزر کوتاه با هم نگاه کنید <applause> چقدر طول کشید تا شما به اون صد سابسکرایب اول برسید من زمانی که میخواستم شروع بکنم با همون آلبرت انیشتاینه که برای اولین بار توی ایران ترکون برای اولین بار توی ایران این حرکت رو زدم توی زمینه آموزش گرافیک. چی شد که چنل شما به هزار سابسکرایب رسید آقا یوتیوب روش کرد توصیه ای که گفتین قطعا خیلی به مخاطبای ما کمک خواهد کرد صدف نیوتی برو تو پیجش حالا اگه بر نداشته باشه با یه کیفیت افتضاح داره فیلم میگیره یک کمالگرا نباشید و دو صبور باشید یوتیوبر مورد علاقتون کیه من توصیه‌ام اینه که خب سلام عرض میکنم خدمت محمد رضا اکبری عزیز خیلی ممنون از اینکه وقت ارزشمندش رو در اختیار ما گذاشت همچنین سلام میکنم به تمام بیننده هایی که دارن این مصاحبه رو میبینم ازتون از دعوت میکنم که حتما حتما تا انتهای این مصاحبه با ما همراه باشیم چون میخوایم راجع به بسیاری از مسائل مهم با محمد رضا اکبری عزیز صحبت بکنیم خب خدمتت سلام عرض میکنم و اگر صحبتی داری در ابتدای کار ما در خدمتتیم سلام دارم خدمت جناب سالار عزیز عزیز دل و تمامی بینندگان کانال پروپیکسل و پرشین اکادمی خیلی خیلی ممنونم از آقای سالار که من رو دعوت کردن تا با دعوتشون بتونیم شاید مفید باشیم برای تمامی بینندگان و مخاطبینی که دنبال بازار کار هستن حالا توی زمینه گرافیک فتوشاپ و ایلاستریتور و اینجور چیزها دارن کار میکنن قراره که یه سری سوالات پرسیده بشه و خب سوالات پرتکراری که مخاطبین از ما میخواستن و با جواب اونها شاید بتونیم مفید باشیم ممنونم ازتون جناب سالار بابت دعوتتون من در خدمتتون هستم زنده باشید من تشکر می کنم از شما که سرتونم شلوغ بود تایمتونم محدود بود مرسی که این وقت رو در اختیار من گذاشتید بسیار برام ارزشمنده خب در ابتدای مصاحبه از شما خواهش می کنم که یه بیوگرافی کلی برای بیننده ها که دارن ما رو میبینن بفرمایید بسیار عالی خواهش می کنم لوت بنده محمد رزا اکبری هستم فوق دیپلم یا کاردانی کامپیوتر نرم افزار حدود 8 سالی هست که به صورت حرفه‌ای گرافیک رو استارت زدم و مشغول به کار هستم و توی همین مسیر دو سال هست که تصمیم گرفتم حالا علاوه بر این که کارهای گرافیک رو انجام میدم یه جورایی مفید هم باشم برای بقیه و خب تجربه های خودم رو در اختیار بقیه قرار بدم و حدود دو سالی که توی زمینه آموزش هم فعالیت میکنم و از سال 90 تا 92 هم با برنامه نویسی انروی که حالا اگر فرصت بود خیلی مفصل تر در مورد صحبت میکنم که چه مسیری رو من طی کردم تا به گرافیک دیزاین روی آوردم و, و، سپس آموزش و اینجور مسائل تمام اینها رو با هم دیگه بررسی خواهیم کرد اگر انشالله وقت باشه حالا من تا حالا اولویتمون رو میذاریم روی سوالات مهم کار برای که برحال اونها هم جوابشون رو دریافت بکنن در خدمتتون خب خیلی ممنون مرسی از بیوگرافی کاملی که فرمودین انقدر شما کارنامه درخشانی دارین که آدم دوست داره ساعت ها با شما صحبت بکنه خب اولین سوالی که شاید برای خیلی از افرادم پیش اومده باشه اینه که اسم پروپیکسل از کجا اومده اسم پروپیکسل حالا اینکه علاقه من بوده یا اینجور مسائل که بعضیا روش یه جورایی مثلا اسمی که انتخاب میکنن از رو علایقشونه یا مثلا تو بچگی اتفاقی براشون افتاده که اسم اوکی شده ولی این اینجور نبود ما حدود 500 تا اسم رو از لحاظ فنی بررسی کردیم و چون واحد تشکیل دهنده پیکس... تصویر پیکسل هست و زمانی که پیکسل ها تقویت بشن و یه حرفی رو برای گفتن داشته باشن میشه پرو پیکسل و خیلی هم ما روی چرخش اس توی زبان و جاسازی اون توی ذهن مخاطب کار کردیم و نهایتا به این اسم خیلی زیبا رسیدیم من خیلی دوستش دارم و خب پرو پیکسل اینجوری پدیدار شد و به وجود اومد و یعنی دلیل خاص دیگه ای نداشته غیر از این پیکسل هایی که پرو شدن تقویت شدن و حرفای زیادی دارم برای گفتن بسیار عالی مرسی از توضیح کاملتون حالا علاوه بر اسم اسمی که انتخاب کردید که حرف زیادی برای گفتن داره شما آموزشاتون هم میشه گفت نامبروانه و تقریبا هر کسی که توی حوزه ادوبی و فتوشاپ دنبال آموزش باشه قطعا پیج پروپیکسل رو میشناسه خب لطفا بفرمایید که حالا چی شد که اصلا وارد این مسیر نرم افزارهای ادوبی و فتوشاپ و ایلاستریتور رو اینا شدید آقا قبل از اینکه ما بپردازیم به این مبحث من یه چیزی رو بدم بهتون یه موقعی جا ناراحت کننده شاید نباشه ما طبقه بالامون از زور تا حالا <تصفح> یه نفر دریل لست گرفته داره میکوبه به دیوار عجب اگه صداهای ناهنجار اومد دیگه به خود خودتون ببخشید من گفتم بگم حتما به شما بینندگان بدون یه موقع مسخره نکنید بگید این صدا از کجا در اومد چه خب خیلی عمالی بفرمایید ما در خدمتیم این که چجوری شد من روی آوردم به سمت گرافیک دیزاین و نرم افزار فتوشاپ ایلاستریتور و افتر افکس البته خیلی سوال قشنگیه ما سال 90 که دانشگاه قبول شدیم در واقع مهندسی کامپیوتر نرم افزار و هیچی هم واقعا اطلاعات نداشتیم از انتخاب رشتهمون حالا خدا رو شکر منابع آموزشی بهتر شده ها بیشتر شدن همینجوری انتخاب رشته میکردیم حالا چون اسمش کامپیوتر بود ما فکر کردیم حالا قرار بریم پشت سیستم بشینیم و یه تر طراحی بکنیم و اشغال کنیم و بازی کنیم و اینجور چیزا رفتیم دیدیم نه اصلا با اون دیدگاهمون فرق میکنه سال اواخر سال 90 بود دیگه مونده بود که ترم دوی دانشگاه رو تموم کنیم با یکی از دوستان من آشنا شدم که توی زمینه جاوا کار میکرد جاوا اسکریپت و اندروید در واقع ما اندروید رو با هم دیگه یه استارت زدیم از اونجایی که من ذوق هنریم خوب بود یعنی خانوادتا یه جوری هستیم که ذوق هنریمون خوبه توی زمینه هنر به هر حال یه سلیقه هایی هست یه چیزهایی هست که ما خوب میتونیم حالا جدا از اینکه مهارت نرمافزاری و بلد باشیم حرف های خوبی برای گفتن داشته باشیم داشت. ما استار زدیم و با هم دیگه حدود یک سال کار کردیم با یکی از دوستان آقای ریایی عزیز که من شاید یه جورایی مدیون اون هستم پیش رفتم رو چون باعث شد که من مسیر زندگی خودم رو پیدا بکنم انروید رو پیش رفتیم یادمه که ترم سه معزله بچه ها توی دانشگاه این بود که برای یک درسی یک واحدی که گزارشگار فیزیک بود اگر حالا نمیدونم پاس کردین یا نه یه درسی با یک وادی که فوق سخته و وقتگیره. ما تصمیم گرفتیم که گزارشگار بچه ها رو جمع وری کنیم تحت یک اپلیکیشن به نام آلبرت انیشتین و گزارشگار آموزشگاه فیزیک یک و دو. ارائه بدیم این کار رو من دیگه از یه جایی آقای ریایی با, من همکاری کرد و بعدش دیگه خودم دست گرفتم کار رو حدودا یه سه چهار ماهی طول کشید توی زمینه برنامه نویسیش و گرافیکش خودم اوکی کردم با اینکه حالا چیز زیادی از گرافیک نمیدونستم ولی اینقدر جالب کار کردم که یادم اون سال واقعا اه یه اه یه تبهر و یک خلاقیتی توی گرافیک آلبیتنشتن پیش اومد که برای اولین بار توی ایران ترکون برای مثال ما میخواستیم وارد نرم افزار بشیم آلبرت میومد در رو باز میکرد و یک صدای خیلی زیبای در توی نرم افزار میپیچید و حالا کاری نداریم به این چیزا نمیخوام مبحث طولانی بشه خلاصه وقتی بچه ها دیدن و نرم افزار رو نشون یکی از اساتید دانشگاه دادم نگاه کرد دید که نگاه کرد گفت که تو توی برنامه نویسی واقعا ضعیفه یعنی ترکوندی نرم افزاری که میشد توی 200 تا خط کد نوشت تو تو 3000 تا خط کد نوشتی ولی توی گرافیکش فوق العاده است کاره و میتونی اگر وارد گرافیک بشی حرفای خوبی رو برای گفتن داشته باشی یه مدت گذشت اصلا برنامه نویسی برای خودم هم کسل کننده شده بود و خودم فهمیدم که علاقه ندارم من همین الان یه توصیه به بچه‌ها بکنم توی زمینه اینکه گم میکنن راهشون رو و فکر میکنن گاهی به یه چیزی علاقه دارن بچه ها ما به خاطر ذوق زوغ, زوغ اولیه که نسبت به یه چیزی داریم اون رو نباید با علاقمون قاطی بکنیم اشتباه بکنیم علاقه در واقع اون چیزیه که شما رو خسته نکنه و زمانی که شما یه کاری رو میخوای انجام بدی اش داشته باشی به انجامش محدودیت زمانی نداره چه الان چه ده سال دیگه اگر پنج ماه شیش ماه شد و خب خسته کننده شد اون زمینی کاری برات و دیدی که دیگه هیچ علاقه حسی بهش نداری بدون که علاقه نداشتی اون ذوق اولیه بوده که تو رو به اون را میکشونده پس این رو دقت بکنید بهش و دیگه خلاصه از سال تقریبا 92 بود که من الب... البته قبلش هم توی زمینه گرافیک دیزاین کار کرده بودم ناگفته نمونه من سال 88 تا 90 رو با نرم افزارهای فتوشاپ کار میکردم و این مباحث مبانی گرافیک رو به صورت حالا نیمه حرفه‌ای پیش میبردم. از سال 92 به بعد دیگه واقعا حرفه ای چسبیدم به گرافیک دیزاین نرم افزار فتوشاپ که خیلی هم مهمه بچه ها نرم افزار فتوشاپ رو بلد باشین چون که خیلی کمک میکنه بهتون که ایده های خودتون رو تحقق بدین به واقعیت تبدیل بکنین و خیلی بهتون کمک میکنه توی افزایش مهارتتون برای همین من به بچه همیشه میگم که نرم افزار فتوشاپ رو خوب سعی کنید یاد بگیرید توی رشته گرافیک دیزاین چون تمامی نرم افزارهای دیگه وابسته به نرم افزار فتوشاپ هستن پریمیر افتر افکت ایلاستریتور مخصوصا پس سعی کنید فتوشاپ رو خیلی خوب یاد بگیرید فتوشاپ رو خوب یاد گرفتم خیلی خوب یاد گرفتم تخصصی بهش پرداختم و توی همون زمینه پیشرفت کردم خدا شکر در کنارش ایلاستریتور رو با روی کرده طراحی لوگو خیلی تخصصی پیش میرفتم و چیزای دیگرش نه اصلا افتر افکس رو هم و پریمیر در حد اینکه نیازهای من رو برآورده بکنه و کم کم زمانی که به تولید محتوا روی آوردم متوجه شدم که بهتر باید یه سری افزار رو یاد بگیرم در کنارش کم تزیه اومد نفسار دیگه ای اومد برای تولید محتوا خب خیلی تونست به من کمک بکنه و تصمیم گرفتم که مفید باشم برای بقیه که از سال فکر میکنم 96 هفت بود که همزمان آموزش آنلاین رو با آموزش های حضوری توی یه سری از آموزشگاه ها استارت زدم خیلی خوب بود وقتی فیدبک بچه ها رو میدیدم و به ام امید میدادن میگفتن که آقای اکبری قدرت بیانت خیلی خوبه خیلی خوب حرف میزنی خیلی صدای گرمی داری البته لطف داشتم به بنده تصمیم گرفتم که دیگه با قدرت و انرژی بیشتری این کار رو ادامه بدم و الان به جرأت میتونم بگم دیگه هیچ فوکوسی روی <تصفح> طراحی لوگو و اینجور چیزها ندارم نه اینکه نداشته باشم برای مشتری دیگه کار رو انجام نمیدم چون که خب خیلی بیشتر انرژی میگیرم از تولید محتوا از کمک کردن به دیگران توی زمین آموزش و دعای خیرش خیلی بیشتر من رو کمک کرد توی زندگی و تاثیرات مفیدتری رو برام گذاشت در خدمتتونم بسیارم عالی مرسی از توضیح کاملی که گفتین من تونستم جواب خیلی از سوالام رو توی این توضیح کامل شما بگیرم خب حالا این مسیر شما رو دونستیم که چی شد وارد دنیای طراحی شدید حالا چون خیلی از مخاطبای ما قطعا از یوتیوب دارن ما رو تماشا میکنن دوست دارم ازتون بپرسم که چی شد وارد دنیای یوتیوب شدید اینکه چی شد وارد دنیا یوتیوب شدم یه چیز خیلی شانسی بود چون که اولش هدفی نبود و فقط میگفتم که حالا من چون دارم توی این استاگرام موفق فعالیت میکنم و خیلی راضی هستم بیننده ها یکم توسعه بدم این شبکه های اجتماعی رو این سوشال مدیه ها رو و توی یوتیوب هم جوین شدم فکر کنم سه ماهی گذشت تقریبا الان تقریبا نزدیک به یک ساله که اکانت من توی یوتیوب ساخته شده سه ماهی گذشت و من خب هیچ ویدیویی قاعدتا توی یوتیوب نذاشتم یکی هم رفت جلو و حالا یکی از دوستان پیشنهاد داد گفت که ویدیوات خیلی خوبه خیلی کیفیتش عالیه و واقعا قدرت نمایش توی یوتیوب رو واقعا قدرت نمایش توی یوتیوب رو و اون رقابت با یوتیوبرهای انگلیسی زبان رو داره واقعا بیلیارد من خب یکم امیدوارتر شدم با اینکه فکر میکنم یه شیش تا سابسکرایبر اوکی کرده بودم برای خودم تو سه ماه مثلا من خودم میگفتم که آقا اینقدر توی سه ماه مثلا من سه چهار هزار تا فالوور توی این استایگرام جذب کردم ولی تو یوتیوب خبری نیست چرا اصلا اینجوریه میدونید که یوتیوب کلا فضاش یه جورایی متفاوته با اینستاگرام و یکم سختتر میشه توش پیشرفت کرد چرا؟ چون که من حس میکنم مخاطبای خاصتری داخل یوتیوب قرار میگیرن برای دیدن ویدیو حداقل میتونم بگم مخاطبای متخصصتری توی این استا هستند که خب اگر کارت خوب نباشه خب قطعا پیشرفت نمیکن آقا ما بعد از سه ماه شروع کردیم ویدیوها رو دونه دونه آپلود کردن من ویدیوهای اولم رو بدون هیچ علم و آگاهی از سئو یوتیوب و حالا کپشن نویسی و اینجور چیزها گذاشتم یادمه الانم اگر برید نگاه بکنید حالا الان میارم ببینن بچه ها توی تدوین اوکیش کنین که بچه ها ببینن بیشترین ویدیو بله. ویو رو پست اول یوتیوب من گرفت و تا الان اکثر سابسکریبار یوتیوب و کلا تعامل مخاطبین با این ویدیو بوده خیلی برام جالب بود ویدیوی پرریتاچ یک که یک آموزش فوق عالی و منحصر به فرد بود و ترکون فضای یوتیوب و شبکه های اجتماعی رو چون برای اولین بار با افتخار روش روتوش فرکانسی پرو رو من توی یوتیوب گذاشتم حالا توی آموزش های انگلیسی زبان هست توی لول های مختلف ولی من سعی کردم یه چیز خیلی کامل رو اوکی کنم حدود فکر میکنم یک ساعت هم ویدیو بود تنها چه دقیقه یک ساعت ویدیو پروژه محور و فوق العاده به خیلی آقای سالار این ویدیو کمک کرد مهم. که شغل پیدا بکنن و به درآمد برسن و اینقدر من رو دعا کردن فقط به خاطر این ویدیو آقا یوتیوب روش کرد کم کم اومد بالا و بیشترین ویو رو گرفت و من کم کم خب انگیزه گرفتم به گذاشتن ویدیوهای بیشتر توی یوتیوب و فکر میکنم هفته پیش بود که از مرز هزار سابسکریبرم گذشتم خدا روش رو به امید خدا به لطف خدا و اینکه البته من بگم من خیلی فعلا اکتیو اونجوری نیستم که باید باشم توی یوتیوب اگر واقعا بیشتر وقت بذارم برای یوتیوب و قطعا نتیجه بهتری هم میبینم منتها خب الان چون من فعلا تنها هستم و به تازگی دارم تیم سازی میکنم برای کارم کار زیاد روی دوش من هست کارهای اینستاگرام هست کارای کلاس های آموزشی آنلاین هست کارای کلاس های آموزشی حضوری هست خصوصی هست کار سایت هم که دیگه ماشاالله اضاف شده خودش یه دنیاییه کار شبکه های اجتماعی هست دیگه خودتون ببینید چه خبره انشالله که بتونم خیلی جدیدتر یوتیوب رو دنبال کنم. بله خیلی هم ممنون من حالا حتما این ویدیویی که گفتین و لینکش رو توی کارد میذارم که بچههایی که دارن مصاحبه رو میبینن اون ویدیو رو حتما ببینن خب حالا که داریم راجع به دنیا یوتیوب صحبت میکنیم شاید یکی از مهمترین سوال افرادی که شما رو میشناسن و دنبال میکنن این باشه که چقدر طول کشید تا شما به اون صد سابسکرایب اول برسید صد سابسکرایب بر اول حالا از زمانی که من ویدیو گذاشتم بگم اون ماه رو که ایسی... درست. اه... فکر میکنم ببینید تا 500 سابسکرایبر اول یکم باید واقعا زور بزن یعنی یکم سخت میاد بالا بعد کم کم بهتر میشه خب راحت تر میشه سابسکرایبر گرفتن فکر میکنم تقریبا دو ماه طول کشید تا من صدتای اول رو اوکی کردم ولی میگم من اکتیو نبودم بعد از دو ماه باورتون نمیشه آقای سالار این ویدیوی اول من وایرال شد و درسته. تو سرچ یوتیوب اومد بالا الان آمارش رو هم مثلا شما اگر نگاه بکنید حالا من براتون میفرستم حتما بذارید ببینن بچه‌ها توی سرچ یوتیوب بیشترین آمار رو گرفته و فکر میکنم از این هزار سابسکرایبر الان نزدیک 700 800 تا از سابسکرایبرا رو این ویدیو برام آورد ببینید یوتیوب یه خوبی داره نسبت به اینستاگرام این توی اینستا زمانی که یه پستی رو شما میذاری دو ماه ازش میگذره دیگه قابلیت وایرال شدن نداره فوقش نهایتا تو سه چهار روز اول میتونی ازش لایک بگیری کامنت بگیری و انگیجمنتت بره بالا و در نهایت فالو بگیری ولی یوتیوب به نظر من خیلی سخاوت تر داره عمل میکنه اون ویدیوی خوبت رو نگه میداره و همیشه توی دید مخاطب قرار میده و ممکنه که یک سال هم طول بکشه وایرال نشه ولی بعد از یک سال چون نیاز جامعه به مثلا مبحث روتوش زیاد شده خیلی مهمه اون خودش میاد بالا خب دیده میشه چرا چون توی سرچ یوتیوب <تصفح> داره عملیات سرچ انجام میشه و از طرفی خوشبختانه چون خب زیر نظر گوگل دیگه ما توی سرچ گوگل هم یوتیوب رو میبینیم ولی این استاگرام این حسن خیلی بزرگ رو نداره متاسفانه و این هم از این خب حالا که داریم راجع به دنیا یوتیوب صحبت میکنیم بهترین توصیه شما برای افراد تازه کاری که میخوان بیان دنیا یوتیوب بشن چیه؟ درست معذلی که این روزا من زیاد میبینم متاسفانه توی افراد توی اقوام توی دوستان و همیشه وقتی توی جمع هستیم چون میدونن خب من به حال دارم توی زمین اینستاگرام قوی کار میکنم حداقل توی زمین تولید محتوا سعی میکنن یه نیم ساعتی وقت من رو بگیرن و یه جورایی یه راهنمایی ازم بگیرن منم بالاخره کمکشون میکنم چیزی که من توی اینها میبینم و مطمئنم توی مخاطبین تازه زیاد دیده میشه اینه که کمالگرا هستن و به نظر من کمالگرایی رو کم کنن من میخوام دوربین نمیدونم 5D مارکتیری داشته باشم من میخوام مثلا فلان دوربین رو داشته باشم با فلان ویوی مثلا بک‌گراند رو داشته باشم میخوام فلان تجهیزات داشته باشم حالا اگه نداشته باشم آخ چی میشه کیفیت ویدیوم بد میشه خوب میشه اصلا این چیزا به نظر من نیست الان ویدیوهایی که شما دارید از من میبینید با نوت 8 سامسونگ دارید میبینید با دو تا نوری که سمت چپ و راستمه و چون نور خوبی دارم کیفیت خوبی رو داره به شما میده با این میکروفون بایای اموان که داره این صدا ضبط میشه من فکر می کنم 120 تومن گرفتم الان متاسفانه شده دور بر 700 به خاطر گرونی توصیه که من به بچه ها دارم اینه که شروع کنن با مهارتی که دارن شروع کنن مهارت ندارن بسیار عالی برو یک سال یک سال فوکوس کن لیزروار به مبحث مورد علاقه خودت قشنگ یاد بگیر و, و اصلا هم نترس از هزینه کردن شما نهایتا خیلی بخواد پاد در بیاد ده میلیون تومن پنج تومن تا ده تومن در میاد برای اینکه آموزش خوب و ناب تهیه بکنی و البته آموزش رایگان تو یوتیوب هم هستن خیلی خوبن میتونی خودتو تقویت بکنی من اینو میگم من میگم 5 میلیون تا 10 میلیون خرج یک ماه خوراک خودت رو من فکر میکنم خوراک و پوشاک الان یه لباس شلوار بخوای بخری باید واقعا دو میلیون من هزینه بکنی خب من میگم همین پول رو هزینه کن صرف آموزشت کن متخصص بشو توی یک زمینه حالا اگه میخوای تولید محتوا کنی برای یوتیوب یا علی تولید محتوا کن به دیگران کمک کن اطلاعات دو دختر دیگران قرار بده ولی کمارگران نباش با کمترین امکانات شروع کن آقا صدف بیوتی صدف بیوتی برو تو پیجش حالا نمیدونم اگه بر نداشته باشه پستای اولش رو نگاه بکن فکر میکنم دوربر سه چهار سال پیش باشه با یه دیوار گچی ساده با یه کیفیت افتضاح داره فیلم میگیره خب اصلا نور نداره دوربینش ببخشید اون فضاش فضای خوبی نیست و نور هم نداره کیفیت هم که دیگه واقعا افتضا ولی چی شد الان الان صدف کجاست چرا چون شروع کرد صدف یه خاصیت خوب داره و اونه که مستمر تولید محتوا میکنه خب اینو ادامه میده اصلا به این فکر نمیکنه که من چه میدونم یه لیوان اینور من گذاشته یه پریز برق داغون مثلا پشت سرمه فکر نمی کرد که الان داره بهترین ویدیوها رو با بهترین دوربین ها با بهترین نور و امکانات میگیره پس توصیه هم اینه که کمالگران نباشید و شروع بکنید حالا یا با آموزش یا با تولید محتوا تمام شد بسیارم عالی مرسی بابت این توصیه که گفتین قطعا خیلی به مخاطبای ما کمک خواهد کرد که بتونن بهتر مسیرشون رو هموار بکنن تا بتونن وارد این مسیر بشن خب حالا که راجع به یوتیوب صحبت کردیم البته باز هم جلوتر برمیگردیم بهش حالا یه صحبت هم باز راجع به دنیای طراحی بکنیم چون شما یکی از ماهرترین طراحا هستین میخوام بدونم حالا چه توصیه برای افرادی دارید که میخوان بیان وارد دنیای طراحی بشن ببینید توصیه من اینه که حالا این سبک کاری خودمه که من دوستش دارم و یعنی خیلی ها قبول ندارن این قضیه رو ولی من چون حسش کردم لمسش کردم و تجربهش کردم خب خیلی بهش ایمان دارم من میگم بدون هیچ آگاهی اول خب کاری رو بیرون ندینا بدون هیچ آگاهی برو دنبال یه چیزی مثلا برو برای خودت توی ذهن خودت با مهارتهایی که خودت داری یه لوگو روی کاغذ مثلا اگر میخوای تو طراحی لوگو فعالیت بکنی یه لوگو روی کاغذ بکش و اون رو با فتوشاپ البته راه اصولیش این نیست ولی من اصلا الان دنبال راه اصولی نیستم من میخوام تو علاقه خودت رو کشف کنی برو تو یه چیزی دست بنداز اینجوری بهت بگم یه لوگو رو روی کاغذ بکش برای مثال روی سیستم بیا اجراش کن ببین اصلا این کار فاز بهت میده حال بهت میده به این کار علاقه داری آیا اصلا استعداد داری به این کار یکی از روش هایی شناختن استعداد اصلا همینه که ما دست ببریم توی چیزی اونم غیر اصولی هیچ اشکال نداره اوکی مگه اون کسی که اون استادی که اول لوگو رو کشف کرد جای کتاب بوده که خونده یا منبع آموزشی بوده که نگاه کرده نه یه کاری کرده بولد شده بعد خودش استعداد شده ستاره شده و از استعدادهای اون بقیه استفاده کردم خب یه همچی چیزی من زمانی که میخواستم شروع بکنم با همون آلبرت انیشتینه خب اینا رو من تا حالا کار نکرده بودم دیگه با ایده های خودم با ذوق خودم با عشق خودم این کار رو انجام دادم خب و بعد بچه های دانشگاه گفتن وای عجب چیزی اومده بیرون چقدر خوبه چقدر جذابه چقدر فاز میده بهمون باش کار میکنیم همین باعث شد که من انگیزه پیدا بکنم و علاقه خودم رو بدونم چیه پس اولین توصیهم اینه که فعلا برای اینکه علاقتون رو ببینید توی چه زمینه عکاسی اکاسی طراحی پوستر طراحی لوگو یه جورایی دست بندازید توی کار خب حالا برای طراحی پوستر بعضیا نمیدونن مهارت نرم افزاری و بلد نیستن خب تا حد مقدماتی سعی کن به مدت فقط 10 تا 20 روز آموزش های رایگانه تو اینترنت رو بگیر دانلود کن اول هزینه نکن بگیر دانلود کن یه محک بزن خودتو ببین اصلا علاقه داری به این کار این همون ذوق اولیه زودگذر نباشه برات که من ابتدای این ویدیو گفتم اگر علاقه داشتی بعد برو تخصصی سراغ اون کار چون بعضی آقای سالار الان نمیدونن میخوان چی کار بکنن متاسفانه نمیدونن میخوان چی کار بکنن واقعیته نمیدونن میخوان برن طراحی گرافیک سمت طراحی لوگو سمت طراحی پوسته سمت عکاسی نمیدونم تمام زمینه های گرافیک نمیدونن واقعا میخوان چیکار بکنن من توصیه اینه که خودشونو رو محک بزنن همین درسته خیلی هم ممنون بابت توصیه‌ای که داشتین هم توصیه‌تون راجع به یوتیوب خیلی کار آمده و هم توصیه‌تون راجع به همین دنیای طراحی که گفتین خب قطعا شما هم دیدید خیلی از افرادی که توی یوتیوب دارن فعالیت میکنن حالا یه سری ها تام خیلی چشم نواز دارن یه سری تام نیلاشون بیکیفیته و خیلی از افراد هم هستن توی دنیای یوتیوب دارن صحبت میکنن راجع به اهمیت تامنیل که چرا و تام نیل با اهمیت باشه و داستان این چنینی حالا دوست دارم از ما که خودتون یه طراح حرفه ای هستین اهمیت تامنیل حالا چه توی اینستاگرام و چه توی یوتیوب رو بدونم ببینید دامنیل خب کمک زیادی میکنه توی درجه اول خب به اینکه مخاطب سریعتر به فهم چه ویدیویی وجود داره چه محتوایی وجود داره یعنی اولین چیزی که به مخاطب کمک میشه همینه برای همینم هم هست خیلی ها. من خودم نمیپسندم این کار رو ولی خب چیزی که هست حقیقتی که هست اینه که وایرال شده و طرفدار بیشتری پیدا کرده خیلی میان چیکار میکنن موضوع ویدیوشون رو بولد شده خیلی بزرگ زمخت زشت با هر رنگی اصلا میان زیر دامنیلاشون کاوراشون میزنن و تصویر خودشون هم میذارن گوشه خب ببینید جواب داده واقعا جواب داده به خاطر چی؟ بخاطر اینکه متاسفانه مخاطبین ما الان تنبل شدن دوست دارن سریعا به یه چیزی دست پیدا بکنن سریعا یه چیزی رو دریافت بکنن حتی مثلا بعضیا حال و حوصله من مثلا ویدیوهای این بعضی وقتا 80 90 هزار تا ویو میخوره خب اشتراک گذاریشم بگی نگی خوبه ولی لایکش کمه یا مثلا کامنتش کمه دلیلش چیه دلیلش اینه که مخاطبین بی‌حالن خب تنبل شدن مخاطبین ما حتی مثلا دوست نداره دو بار اینجوری کلیک کنه اینو لایک کنه نمیدونه مثلا اون لایک چقدر انرژی به ما میده ولی خب همینه دام نیلا یه جورایی رفتن سمت برآورده کردن نیاز همین تنبلی مخاطبی میاد یه نوشته بزرگ میذاره که مخاطب نباد چشمش رو تیز کنه ببینه چی نوشته روی این دام نیله یا کاوره و سری فیلم رو ببینه خب حالا اینکه تامنل میتونه نقشی توی جذب مخاطب داشته باشه آره میتونه رنگ ها ما توی مبحث رنگ شناسی گرافیک خب مبحث گسترده ای هم هست ولی خب خیلی ها البته بدون علم و آگاهی این کار رو انجام چون بقیه انجام میدن اونا هم انجام میدن یه سری رنگ ها هستن که جذب میکنن مخاطب رو رنگ های پر کنتراست مثل قرمز مثل زرد و مشکی رنگ هایی که با هم دیگه میان و مکمل هم دیگر هستن و به صورت کلی اگر بخوام بگم رنگ هایی که یک نوزاد پنجشیش 6 ماه رو جذب میکنه مخاطبین با سن های مختلف ها هم میتونه جذب کنه اگر دقت بکنید ما زمانی که یک عروسک زر رنگ و بالا سر یک نوزاد قرار میدیم دست و پا میزنه نوزاد ولی همون عروسک رو رنگش رو سفید کن رنگش رو مشکی کن رنگش خاکستری کن ببین اصلا هیچ واکنشی نسبت بهش نشون نمیده فقط هم به خاطر اون علم روانشناسی که خیلی بچه ها این علم روانشناسی رو دقت کنید الان اکثر حالا این ولاگرهای های اینستاگرامی که در مورد پیشرفت این استاگرام دارن فعالیت میکنن فکوسشون روی این علم روانشناسیه مثل آقای احمد کلاته کارش هم البته خیلی خوبه داره ادامه میده کارشو فکوسش روی, روی روانشناسیه و خودش هم واقعا میدونه چی کار بکنه چجوری احساسات مخاطب رو تحت تاثیر قرار بده پس توی قضیه روانشناسی رنگ ها خیلی کار بکنید سعی کنید اطلاعاتتون رو بالا ببرید چرا که ما میتونیم یه کاور رو در عرض پنج دقیقه طراحی بکنیم البته اسمش رو نمیشه گذاشت طراحی یه کاوری که اصلا وقت ما رو نمیگیره ولی به خاطر اون رنگ و لعابی که داره تاثیر خیلی خوبی رو میذاره و برعکس یه نفر میاد خیلی کار میکنه تمپلیت اختصاصی طراحی میکنه من بالاخره تجربه کردم این قضیه رو و مثلا برای هر کاورش رب ساعت نیم ساعت یک ساعت زمان میذاره بعد میبینه اون فیدبک که باید بگیره نمیگیره متاسفانه به این موارد حتما و حتما دقت بکنید سایز کاورتون توی جاهای مختلف سعی کنید کاوری که طراحی میکنید فقط برای یوتیوب اون رو زین نکرده باشین چون ما فرصت نداریم بشینیم یک کاور برای یوتیوب بزنیم یکی برای اینستاگرام بزنیم یکی برای سایتمون بزنیم سعی کنید یه تمپلیت آماده بکنید که ریسپانسیو باشه قابلیت انعطاف داشته باشه توی جاهای مختلف و بر اساس همین روانشناسی رنگ ها و جایگذاری المان ها که اگر بخوام من صحبت بکنم خودش یه جلسه خیلی کامله و مبحث گرافیک دیزاین رو باید بیاریم وسط طول میکشه ولی سعی کنید روی این چیزها تمرکز بکنید تا دامنیل یا همون کاور خیلی خوبی رو داشته باشید خب خیلی هم ممنون مرسی بابت توضیحتون خب های. حالا یه تبریک بابت هزارتایی شدن چنل یوتیوبتون قطعا شما. چنل شما این چیز رو داره که اصلا میلیونی به سادگی بشه حالا چی شد که چنل شما به هزار سابسکرایب رسید یه ذره دوست دارم از مسیرش برامون بگید که چه مسیر رو طی کردید حال و هواش بود تا برسید به این هزار سابسکرایب ببینید من حالا یه اشاره کردم به این قضیه همون اوایل صحبتمون این هزار سابسکرایبر من من خب قطعا براش تلاش کردم ولی خیلی بیشتر میتونستم براش تلاش بکنم یه جورایی میشه گفت نش بگم شانسی این اتفاق افتاده بالاخره این اتفاق اگر افتاده به خاطر با کیفیت بودن محتوای من بوده که گذاشتم داخل یوتیوب ولی خب من میگم که حدود 700 800 تا از همین سابسکرایبر ها یه من رو همون قضیه پر ریتاچ آموزش پر ریتاچ برام آورد ببینید یه چیز رو من برام ثابت شده توی این مدت اگر سعی کنی نیاز سنجی بکنی توی جامعه ای که توش داری کار میکنی توی یوتیوب نیاز سنجی کن یوتیوب و گوگل با هم, هم دیگه بگرد ببین چه چیزی الان نیاز جامعه ماست که خودش حالا ترفندهای زیادی داره برای این قضیه برو روی همون فوکوس کن و تولید و کن دلیل این که آقای سالار من ویدیوی پرویتا از بقیه ویدیو بول پر شده این نیست که بقیه ویدیو هم کیفیت نداشته کیفیت بقیه ویدیو به مراتب شاید بهتر از پورویتاچه. پورویتاچه یک دو و سه هم باشه چرا اونها مثلا برای چهار ماه پیشن ویدیوهایی که من الان تولید میکنم باز کیفیت بهتری داره ولی چرا اون بولد شده به خاطر اینه که من, نی... بر... من نیاز مخاطبین رو بهش پاسخ دادم خب شاید خودم اوایل متوجه نشدم و خب این شانسی بود ولی بعد که با تجربه رفتم جلو و متوجه شدم دم نه این روتوشه اونم این نوع روتوش خیلی میتونه کمک بکنه به مخاطب من دارم میگم این پست خیلی ها رو به درآمد رسون فقط یه آموزش یک ساعته خب این خیلی مهمه پس چیزی که هست مسیری که طی میشه اینه که آقا ما نیاز سنجی بکنیم نیاز جامعه هدف خودمون رو در بیاریم بر اساس اون نیاز محتوا تولید بکنیم اگر این مسیر رو ما پیش بریم خب قطعا زودتر از یک سال هم به هزار سابسکریبر میرسیم ما کسایی رو من میشناسم که یک ماه دو ماه هم رسیدن چرا چون این قضیه رو روش خوب روش کار کردن فوکوس کردن همینه چیز خاص دیگه ای نیست مثلا میگن که اینکه درست هشتگ گذاری بکنی درست کپشن بنویسی والا به خدا ما توی ویدیوی اولی که گذاشتیم توی یوتیوب من نمیگم تاثیر نداره هیچ کدام اینا رو من رعایت نکردم اصلا باورتون نمیشه من ویدیوی پروی تا چی که گذاشتم توی یوتیوب نمیدونستم چی به چیه دیگه مطالب SEO اوی یوتیوب رو بلد نبودم ولی دیدید که چی شد ترکون الان هم آمارش رو ببینید ویوهاش از تمام ویوهای ویدیوهای من بیشتره و حتی مثلا ویدیوهای جدیدی که من دارم میذارم تمام موارد سئو سه، رو حداقل میتونم بگم 80 90 درصدش رو رعایت میکنم ولی ویوهاش حتی گاهن به هزار تا هم فعلا نرسیده البته فعلا ولی اون یکی نزدیک فکر میکنم 20 هزار تا ویو گرفته تا الان مثلا ترکون ببین اصلش نیاسنجیه هست اوکی همین بسیار عالی مرسی مرسی بابت پاسختون خب یه کار جالبی که شما انجام دادین اینه که زیر هاتون اومدین زیر نویس انگلیسی هم گذاشتین خب ببینم این چقدر کمک کرد به بیشتر دیده شدن ویدیو شما آیا اصلا کمکی کرد یا نه صرفا یه علاقه بود که میخواستین زیر نویس انگلیسی هم باشه خیلی سوال قشنگی بود من برای دفعه اول برای اولین بار توی ایران این حرکت رو زدم توی زمینه آموزش گرافیک و ایده ای که خودم داشتم این بود که به دو تا دلیل اینکه کارم رو یونیک کنه خیلی مهمه ما توی زمینه طراحی لوگو همیشه میگیم لوگوی خوبی که یونیک باشه لوگوی یونیک ده سال برات کار میکنه اون یونیک بودنه توی این هم اثر کرد خوشبختانه من اومدم و کارم رو یونیک کردم خاص کردم خب زیرنویس انگلیسی رو زدم به خاطر اینکه کارم پرستیژ پیدا بکنه کارم خاص بشه مخاطبین حداقل بهتر بفهمم که چقدر من برای ویدیوم زمان صرف میکنم و دوم اینکه اگر یه روزی یک شخصی خارج کشور اومد خواست ویدیوی من رو ببینه متوجه بشه چه اتفاقات داره میفته و بتونه از این انگلیسی زبانش انگلیسی زبانش استفاده بکنه و خب همینم هم شد من خیلی از مخاطبینم از آلمان از بلژیک از ارمنستان از جاهای دیگه از ایتالیا فکر میکنم آره ویدیوهای من رو دارن نگاه میکنن و خب دارن متوجه هم میشن چه اتفاقی میفته البته یه وقفه بینش افتاد متاسفانه و من یکی از نیروهامو از دست دادم به خاطر متاسفانه کرونا و حالا یه نیروی داشتم که کار زیرنویس رو برام انجام میداد ولی خب نیست دیگه و خب الان ما دنبال یه جای جایگزین خوب هستیم که بتونه این کار رو برامون خیلی خوب و با کیفیت انجام بده ولی به حال ما ساکت نمیشینیم خب منظورم اینه که همون کیفیت رو من سعی کردم رعایت بکنم با زیرنویس فارسی حداقل از زحمتمون ما کم نکردیم زیرنویس فارسی رو فعلا داریم میزنیم برای کسایی که ناشنوا هستن و هدفمون هم برای ناشنوا هم اوکی هست انشالله که بتونیم به تمام اخشار جامعه کمک بکنیم چرا که ما تماما انسان هستیم و خیلی خوبه که این انسان بودن رو حفظ بکنیم توی خودمون همه یکی هم. هر کسی یه عیبی داره درون خودش و نباید اون ارزش فرد به خاطر عیبهای درونی خودش نادیده گرفته بشه اونایی که نابینا هستن اونایی که ناشنوا هستن اونا هم انسانن حق زندگی کردن و آموزش دیدن دارن و من دوست دارم که همیشه آموزش هم جوری باشه که همه بتونن ازش استفاده بکنن حتی انشالله در روزهای آینده قراره که ما مترجم هم برای کار بگیریم و کلا به زبان انگلیسی ترجمه بشه آموزش ها, و در اختیار افراد انگلیسی زبان هم قرار بگیره خب خیلی هم ممنون واقعا این کاری که زیرنویس انگلیسی انداختین واقعا کار تک و یونیکی بود خیلی کار جالبی بود و حالا خب راجع به مسائل فنی صحبت کردیم حالا یه ذره از مسائل فنی یه ذره فاصله بگیریم میخوام ازتون بپرسم که یوتیوبر مورد علاقتون کیه خب من میدی شجاری رو دوست دارم که موبا نیوز خیلی کارش خوبه خداییش حال میکنم باش سینا رو خیلی دوست دارم جمعه ها باز پنج شنبه هاست دو شنبه نمیدونم هاش رو نگاه نمی کنم ولی وقتی تو یوتیوب بولد میشه ویدیوهاش از لحاظ فنی بررسیش میکنم ببینم که خیلی حرفه‌ایه توی کارش میرسم خادم پور رو البته خب اونم تازه شروع کرده اونا رو هم دنبال میکنم حالا از حرفه‌ای ها اگر بخوام بگم میدی شجاری رو دنبال میکنم پیکسین پرفکت رو دنبال میکنم توی زمینه آموزش فتوشاپ و صدف بیوتی چیز دیگه یا میگم که زیاد آدمی نیستم که زیاد وقتم رو صرف حالا دیدن ویدیوهای یوتیوب کنم چون خب بیشتر توی اینستا دارم فعالیت میکنم و البته این اشتباهه و تصمیم دارم که یکم تایمم انشالله آزادتر که شد بیشتر فعالیت بکنم توی یوتیوب و همینم هم خواهد شد الان سایتم اومده بالا دیگه تیم سازی هم داره انجام میشه دیگه همه چی خیلی با قدرت تر جلو میره و انشالله که بتونیم خیلی مفید باشیم برای بقیه من هدفم اینه که پروپیکسل به جایی برسه که دیگه مخاطب بی نیاز بشه از آموزش خوب آموزش ناب آموزشی که رفرنس داشته باشه منبع معتبر داشته باشه آموزش که اصولی باشه ساده و روان باشه واقعا کمه توی جامعه ما و من پروپیکسل رو یه روزی به جایی میرسونم حالا یه روز ممکنه که هفته دیگه باشه ممکنه که یک سال دیگه باشه ولی دارم تمام سعی و تلاشم رو میکنم تا به اون نقطه برسه به جایی میرسونم که دیگه واقعا مخاطب از زمینه گرافیک دیزاین فتوشاپ ایلاستیتور، افتر و تمامی نرفتارای کمپانی ادوبی نیاز باشه اگر دقت کرده باشین من توی سایت هم نوشتم مرجع رسمی آموزش های کمپانی ادوبی الان فقط سه تا نرم افزاره ولی من میرسونمش به اونجا من این هدفم رو تحت یک تیتر بالای سایت هم, هم زدم مرجع رسمی آموزش های کمپانی ادوبی تمامی نرم افزار های کمپانی ادوبی و قطعا هم همین اتفاق خواهد افتاد بله حتما چرا که نه خب حالا برای کسایی که از یوتیوب دارن ما رو میبینن حالا یه دو تا سوال متفرقه که ذره حال و هوام عوض بشه بله، یکی اینکه بله. این که یه چند تا فیلم و سریال مورد علاقتون هم پیشنهاد میدین تو این دوران کرونا به درد خیلی از افراد میخوره فیلم و سریال من کسی بودم که تا سال 94 عاشق فیلم و سریال و بازی اینجور چیزا بودم دیگه خیلی کم شد فیلم دیدنم سریال دیدنم ولی خب چیزایی هم که من خیلی بهش علاقه دارم خب قطعا 90 درصد افراد دیدن گیم آفترونز تاج و تخت دیگه بهتون بگم فستن فیوز فیلم جانگل خیلی خوبه من خیلی دوست داشتم وقتی دیدم حتی این فیلم هایی کم قدیمی شده میگم که زیاد اهل فیلم دیدن نیستم ولی فستن فیوز اگر بیاد نگاه میکنم حتی جدیدم اونم خیلی تخیلی شده مرد انکبوتی تا یه جایی نگاه میکردم ولی دیگه کلم ول شد در کل آدم مناسبی نیستم برای اینکه بگم چه فیلمی رو نگاه بکنید دوستان چون که حدودا از سال 94 تا الان حدوداً 5 سال دیگه فاصله من خیلی زیاد شد از فیلم دیدن از بازی کردن ولی اگر بخوام مثلا بازی خوب رو پیشنهاد بدم توم رایدر هست کال اف دیوتی هست خیلی عالیه ولی خب مطمئنم این هایی هم که من دارم بهتون توصیه میکنم شما قطعا تست کردید و تجربه توش کسب کردید برای همین میگم آدم مناسبی نمیتونم باشم برای معرفی فیلم و بازی خب خیلی هم ممنون من سوالایی که نوشته بودم رو از خدمت شما پرسیدم حالا به عنوان حرف آخر حرفی سخنی پندی اندرزی هر چی که دارید ما سرتاپا گوشی حرفی که من برای مخاطبین دارم اینه که خواهش میکنم ازتون یعنی چیزی که من دارم الان میبینم و خیلی اذیت میکنه من رو یک کمالگرا نباشید و دو صبور باشید خواهش میکنم ازتون صبور باشید این صبره خیلی کم شده الان توی مخاطبین و همه دوست دارن طرف من زنگ زده میگه آقای اکبری من میخوام پنج ماهه به این جایی که تو هستی برسم هر آموزشی هم که میدونی باید در اختیار من قرار بده قرار بده یه نفر به من زنگ زد چند وقت پیش گفت که آقای اکبری من میخوام پنج ماهه به جایی برسم که الان شما هستی خب هر آموزشی هم که شما در اختیار من قرار بدی من تمرین میکنم حاضرم پولشم پرداخت بکنم خب ببین ایشون دوست داره سریعا راه 6 7 ساله 7 8 ساله من رو تو 5 ماه تو 6 ماه بره و این واقعا غیر ممکنه چرا غیر ممکنه اگر من روزی یک ساعت وقت گذاشته بودم الان نمیگفتم غیر ممکنه باورتون نمیشه من گاهی وقتا 20 ساعت 18 ساعت پشت سیستم زندگی میکردم من یادم زمانی که خدمت بودم من امریه جواد کشاورزی اوکی شده بودم و صبح باید ساعت 6.30 بیدار میشدم هفت انگوش میزدم تا ساعت دویه برحال زور اونجا بودم دوباره انگوش میزدم و می اومدم خونه سربازیم سربازی راحتی بود ولی یه بدی داشت که وقت من رو گرفت دیگه مجبور بودم اونور جبران بکنم باورتون نمیشه من حدود یک سال و نیم تقریبا که سربازی من بود حالا کاری به مرخصیش و اینجور چیزا ندارم من شاید گاهن پیش اومد پی می میومد که روزی چهار ساعت پنج ساعت میخوابیدم خب باورتون نمیشه باد آموزش میدیدم کار مشتری رو را مینداختم دیگه به حال کارهای خونه و زندگی خودم بود و از اون برم که وقت من از صبح تا زو گرفته میشد ببینید چیزی که میخوام بگم اینه که صبر کردم من توی اینو میگم و زیادم وقتتون رو نمیگیرم من توی دو سال سه سال اول کارم هیچ درآمدی از این کار نداشتم همیشه آموزش میدیدم و علاقه داشتم به کارم یه چیزی بهتون بگم اینقدر من کارم رو دوست دارم دوست داشتم و دارم من خدمت که اوکی شده بودم یعنی هنوز جواب امریم نیومده بود به ما گفتن که 15 روز باید بری پادگان خاتمی است چون من اصالتا ابرکویی هستم و از استان یست. و این 15 روز رو شما موبایل نباد بیاری هیچی یعنی دیگه اصلا از زندگی تو رو قشنگ مینداخت کنار و دیگه فرصتی هم نداشتی به اینکه کار دیگه انجام بدی و به چیز دیگه فکر کنی من اینقدر علاقه داشتم به این کار گفتم گوشی نمیذارم ببریم کتاب که میذارم ببریم اونجا بخونیم من رفتم نزدیک به 250 300 تا صفحه بود الانم دارمش اتفاقا رفتم پرینت رنگی از یه سری از آموزش‌های های انوانتو و گرافیک ریورت گرفتم و به صورت پی دی اف و و اینها رو پرینت رنگی گرفتم باورتون نمیشه ما اونجا مثلا صبح که میرفتیم رژه میرفتیم و نمیدونم زور که دیگه حالا درگیره بالاخره غذا و نمیدونم همین بالاخره اصول سربازی و اینا بودیم از تا شب که بیکار بودیم من اینجا کتاب میخوندم این مقاله ها رو من میخوندم که مبادا از ذهن من پاک بشه چون برحال فرار دیگه مثلا یاد میگیری باید همیشه نرمش و ورزش ذهن رو باش داشته باشی و باش سر کله بزنی تا یادت نره حتی اگر ده سالم کار کرده باشی باز باید یه مروری برات بشه من اینجوری حفظ کردم اطلاعاتم رو یعنی توی این 15 روز روزی تقریبا 4 ساعت 5 ساعت که من وقت اضافه میوردم این کارو می‌کردم می‌خوندم کتاب و مقاله ها رو اوکی می‌کردم مرور می‌کردم میخوام بگم که همینجوری نبوده پنج ماه باشه بچه ها سب داشته باشید سب داشته باشید کم کم من از سال دوم به بعد دوم حالا آموزش و گرافیک و کار کردن تو این زمینه به بعد کم کم اتفاقای حکوب برام افتاد هنوزم جا داره هنوز, هنوز شاید ده درصد آرزوی من برآورده شده باشه ولی میخوام اینو بگم از سال دوم به بعد پیشنهادها برام اومد مشتری برام اومد قیمت یادمه منی که مثلا برای طراحی یک لوگو 200 هزار تومان میگرفتم درست الان لول کار رفته بالاتر ولی الان 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون واسه که حالا به مشتری و نوع کار داره دارم راحت میگیرم و البته الان که دیگه خیلی کم شده سفارش گیریم چون که سعی میکنم فوکوس کنم روی زمینه آموزش ولی خب گهگاهی میرم سمت این کار حالا اگه مشتری خوب باشه به ارزش کار کردن برای مشتری نه از لحاظ مالی از لحاظ نوع کار سطح کار فرهنگ مشتری سطح کار مشتری باشه من انجام میدم قطعا ولی خب کلا اینه صبور باشید و کمالگرا هم نباشید یعنی توصیه من به مخاطبینه و مطمئن باشید از جایی به بعد فقط و فقط اتفاقات خوب قطعا براتون رخ میده توی زمینه کاری خودتون پیشنهادهای خوب براتون میاد پیشنهاد کاری پیشنهاد به هر حال <تصفح> شخصیتی و آموزشی همه چیز براتون میاد از همه جا من از حتی اتریش برام پیشنهاد کار اومد ولی خب به خاطر شرایطی که داشتم نتونستم کار رو بپذیرم و الان هم اتفاقا من همیشه مردم و حالا کسایی که اطراف خودم هستن و دارن مینالن از این مملکت از کرونا مخصوصا همیشه میگم میگم اتفاقا این کرونا خودش داره یه سری چیزها رو تغییر میده حداقل یه سری چیزهای فرهنگی افراد رو داره تغییر میده و ما رو داره یه جورایی با یه سری از کسب های آنلاین آشنا میکنه و خیلی خوبه به نظر من چرا بد باشه طرف توی خونه نشسته وقت میذاره تخصص کسب میکنه و همونجا به صورت آنلاین کسب درآمد میکنه کجاش بده به نظر من و واقعا به نظر من این کرونا های اتفاقا جنبه های مثبت زیادی رو داشت حداقل برای من که اینطور بود و انشالله که برای شما هم همینطور باشه و اینکه توصیه سومی که دارم اینه که سعی کنید پر انرژی باشید همیشه ننالید از چیزی که بر حال پیرامونتونه زیاد من خودم آدمی که زیاد خودم و درگیر اخبار و آشیاها و نمیدونم چیزایی که اطراف خودم هست نمیکنم و روی خودم تمرکز میکنم همیشه همین بودم خب شما سعی کنید زیاد درگیر این مسائل نشید چون افسردگی براتون میاره افسردگی انگیزه رو کم میکنه تلاش رو کم میکنه و شما رو به موفقیت دورتر میکنه اینها رو دقت داشته باشید ازش انشالله که هر جا هستید موفق و پیروز باشید ممنونم از آقای سالار عزیز که این فرصت رو به بنده حقیر دادن تا شاید بتونم برای مخاطبین خودم مفید باشم دمتون گرم خیلی خیلی خوشحال شدم از آشنایی با شما آشنایی با تیم شما و اینکه با مخاطبین خودم درد و دلی کردم و حالا توصیه های برادرانه ای که باید عرض می کردم خدمتشون موفق باشید در خدمتتونم آقای سالار خیلی ممنون مرسی بسیار مصاحبه خوبی بود مرسی از وقتی که گذاشتید آقای اکبری برای منم باعث افتخار بود که با شما صحبت شما. کنم خیلی لطف کردید با اینکه وقتتون خیلی پر بود وقت شما, باید شما باید. کم بود مرسی که وقت گذاشتین و این مصاحبه رو انجام دادیم همینطور تشکر میکنم از همه بیننده هایی که تا اینجا این مصاحبه رو دیدن و دعوت میکنم که حتما چنل یوتیوب پرو پیکسل و پرشین آکادمی رو سابسکرایب کنید برنامه های زیادی براتون توی این دوتا چنل وجود داره و بازم تشکر میکنم از آقای اکبری و تا برنامه های بعد با مخاطبا خدافزی میکنم قربان شما باعث افتخاره تا دقایق بعد و برنامه های بعد خدا نگهد.